سلام، ما آرام اینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با رپ هواشی بعد از یک ماه. بله بعد از یک ماه اومدیم با رپ هواشی و میخواییم چکیده هواشی یک ماه گذشته رو ببینیم، به علاوه هواشی اخیری که بود، یعنی داستان شهاب حسینی و اون به هر حال صحبتایی که داشتن تو برنامه و واکنش رپرها و اجراهایی که داشتن رو میخوایم با هم ببینیم. پس حتما تا ته ویدیو رو نگاه کنید. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال جدید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که هواشی رو با هم داشته باشیم. یک ماه پیش ما مصاحبه رو داشتیم با موئر و وقتی نظرش رو درباره ونتونز پرسیدیم، گفتش که شهرت قبل بلوغ صدمه زد بهشون و بعد از اون آرتا واکنشی نشون داد و با این استوری گفتش که شهرت قبل بلوغ ما حتی اون موقع 4 برابر از الان تو معروفتر بودیم، به جای اینکه درباره همه نظر بدی و پاچخاری یاس بکنی دوتا آهنگ بده حال کنیم. همچین استوری رو داشتیم از ام جی که زمزمه هایی رو بعدش اوورد که به نظر میاد ممکنه بعد از آلبوم زاخار اصلی خدافزی کنه. ما حتی اینو تو لایو یکی از منیجراش هم شنیدیم که میگفت خدا کنه که خدافزی نکنه. تو یک ماه گذشته همچین عکسی که میبینید داره دست به دست میشه و خیلی ها میگن بهرام و سورنا میخوان فیت بدن و از اینجور داستان ها. خب این عکس فتوشاپ کاملا، حالا شاید بعدن خبری باشه و همکاری بکنن، هیچ چیزی معلوم نیست، اما این عکس کاملا فتوشاپ. یه درگیری ریزی رو هم داشتیم بین سامان ویلسون و امیر خلوت. امیر خلوت یه پست گذاشته بود و سامان ویلسون زیرش تیپ اونو مسخره کرده بود و بعد از اون هم امیر خلوت جواب داد و نحوه نوشتن کلمات سامان ویلسون رو مسخره کرد. همونطور که شاید خیلی هاتون میدونید ما یه درگیری رو داریم بین مهراد هیدن و عرفان و خب مهراد معتقده که هر کاری میکنه عرفان اونو کپی میکنه و خب بعد از اینکه آهنگ انگلیسی داد عرفان دوباره یه پست گذاشت مهراد و گفت من دست این کجا فرا کنم و بازم معتقده که عرفان این کار رو از روی اون براشه، برای اینکه چند وقت قبل اون آهنگ انگلیسی داده بود. خب سامان ویلسون هم که این چند وقت گذشته با عرفان درگیر بود یه استوری گذاشت بعد از آهنگ انگلیسی که داده بود عرفان و تمسخر کرد به هر حال لهجه عرفان تو این آهنگ، همون شکلی که یک ماه گذشته عرفان به تلفظ کردن کلمه پلیور مهراد هیدن گیر داده بود. تلویزیون تلویزیون It's called television. دو هفته گذشته خشارسار یه لایوی داشت و وقتی نظرش رو درباره پوتک پرسیدن و گفتن که آیا دیسش میکنی همچین واکنشی نشون داد. لایوی رو داشتیم از شایی که یه سری توضیح ها داشت میداد درباره آلبومش و یه سری از افراد توی رپ فارسی و تیکه هایی رو مینداخت به نیما نیموش که نیما نیموش هم جوابش رو داد. اینا رو با هم میبینیم. یه عده تو رپ هستن که خب یارو دیگه امروز دیگه وقتش یه ذره تندتر صحبت کنیم. یارو 11-12 ساله 13 ساله تو بازی هیچی نشده دیگه. آقا خودش و بچه محلش میشناسنش، از هر کی بگی استوری پست بد میگه، از همه نقد داره یارو، یعنی همه بدن. این یارو پول در میاره بده، اون یکی بی پول بده، این یکی نمیدونم جناحشه. بابا چی میگی داداش؟ شو اصلا 22 تا بازیکن داره اون تو زمین، اونا دارن بازی میکنن، تو هر روز صندلی تماشاگر، هی 10 سال 12 ساله اینو بکوب اونو بکوب، با به هم روحیه بدیم. اینجوری اتفاقی واسط نمیفته. تا وقتی که از مهارت‌های دیگران، از کارهای خوب دیگران، از استعدادهای بقیه تعریف نکنی هیچی به تو اضافه نمیشه. تا وقتی که با همه طرفی و فقط بلدی چیزای بعدشون رو ببینی، فقط بلدی زشتیاشون رو ببینی، تو هم زشتی ها رو میگیری، پس بنابراین دنیات وسط پیدا نمی کنه، راه رو داری اشتباه میری. بیتکوین آهنگساز امیر خلوت و کوری رکورد یه سری استوری تیکای رو انداخت به جیدال و ویدیوهایی که میذاره توی یوتیوب.
همونطور که میدونین این چند وقته ما سری درگیری رو داشتیم بین مهدیار فدایی و عرفان به خاطر بت جدید عرفان که ادعا میکرد مجوز داره و رسمی و خیلی راحت میتونید بازی کنید. یه عکسی منتشر شد که نشون میده این مجوز در کار نیست و دوباره فدایی و مهدیار اونو شیر کردن. این عکس رو هم میبینیم. استوری رو داشتیم از سهراب ام جی که حمایت کرد از امین به خاطر حواشی که ایجاد میکنه و گفت مرسی به خاطر اینکه میای و میسوزونی بدخواها رو. اینکه انقدر چیز نکنه دیگه، انقدر کار خفن نکنه دیگه، کمتر بسوزونه بدخواها رو. استوریایی رو داشتیم از پوبون و گلایه اون از این که دارن تو تلگرام از کاراش استفاده میکنن و بیش از 60 میلیون ویو خورده اونجا و گله میکرد و ناراحت بود، اما جالبی این داستان این بود که آرتا از این استوریا حمایت کرد و اونو شیر کرد. با هم میبینیم. اما یه سری حواشی عجیب غریب داریم راجع به آلبوم سرطان. به نظر میاد که آرش سرطان پول بیتایی رو که برای زدن رو نداده و اسم خودش رو به عنوان آهنگساز زده. اینا علی لطیفی و همچنین کسایی که این آهنگا رو زده بودن گفتن و بیتا رو حتی پخش کردن. خود علی لطیفی میگه ما هرچی خواستیم با زبون خوش بریم جلو، نشد و عمل نکرد و حتی قرار دعوا این داستانا بوده. به نظر میاد معلوم نیست حالا دقیق، اما داستانی که هست این اتفاق افتاده و این نکته جالبتر اینه آهنگ جدیدی که از آرش سرطان اومده بود بیرون بیتش کاملا کپی بود از یکی از آهنگای جک هارلو. حالا باید ببینیم داستان چجوری پیش میره، آیا بیشتر حرف میزنن درباره این بیتا یا نه. اما رسیدیم به قسمت حواشی داغ که خب داستان شهاب حسینی و مهمونی که داشت توی یکی از برنامه‌هایی که داره این چند وقته داره میاد رپ و مسخره کردن و یکی گفتش که آقا ما به هر حال دغدغمون رپ نیست و اصلا رپ چیه، رپ اینجوری بی احترامی کرد و شهاب حسینی هم گفتش که پسر منم رپ کرده و آبرومو برده. خب بعد از این جامعه رپ خیلی عصبانی بودن چون نه نقد بود نه شوخی، کاملا توهین بود، مخصوصا اون که میگه رپ چیه روبه. و خب همه واکنششون دادن به این داستان. واکنش ها رو به ترتیب همه رو میبینیم. سه تا اجرا هم داشتیم، یکی از بابک تیغه، یکی از سینا مافی و یکی از ایهود که من قبل از این نمیشناختمش اما کارش باحال بود. اینا رو با هم میبینیم، برمیگردیم. بعد سعی کنیم خودمون نزدیک کنیم به این نوجوانی که الان رپ مسئله شه. ما کی رپ مسئلمون بود؟ نه رپ دست دل من نزد. رپ به بابا رپ دست دل من نزد. شما رپی نه. پسرم رپ کرده. آبروی ما رو. نه ولی آره. رفیقای من سلام، خوراک جدید پیدا کردید که آقای شهاب حسینی تو این برنامه جدیدش به موسیقی رپ ما بی احترامی کرده. من فکر میکنم اولا که این شوخی بوده و از عدم آگاهیشون میومده. نمیدونستم موسیقی رپ خوبم داریم، انقدر شما این عرازل رو شیر کردی اینا همینا رو دیدم فکر کردن که رپ ما تهش همین، در حالی که اینجور نیست. دوم اینکه ما خودمون سالهای سال یقه ایران رو گرفتیم دیگه و همه انتقاد کردیم، شاید به خیلی هم بی احترامی کردیم و اینا. اگر قرار باشه یکی به ما یه چیزی میگه بریم استوری بذاریم فوش بدیم بی ادبی کنیم مثل یه سری از همکارای ما که میان این کارو میکنن که شأن نداری تو، اصلا شخصیت نداری که همچین حرکتی میکنی و بقیه فکر میکنن ما هم مثل توییم، ما هم مثل تو بی ارزشیم که این اتفاق داره تو رپ میفته. ولی من به آینده رپ امیدوارم به شرط اینکه شخصیتش رو حفظ کنیم. فردا میتونه پر از آدمهای آرتیست بزرگ و پر از تصمیم گیرنده های مهمی باشه که اومدن و همه فن رپ بودن از بچگی و این تفکر پیره میره جوونه میاد، حفظش کن.
شهاب حسینی اون یارو نمیدونم اصلا اسمش چیه، انقدر اسکلشی نمیشناستش. شما هی چاقالی بیش نیستید، چاقالی بیش نیستید. یعنی من تو رو ببینم از نزدیک رک میکنم، میدونی چی بهت میگم؟ انقدر چاقالی. ما هی باید سعی کنیم خودمون نزدیک کنیم به این نوجوانی که الان رپ مسئله شه. ما کی رپ مسئله مون بود؟ نه رپ دست رپ دل من نزد رپ به بابا رپ دست چی؟ دل من شما نزد. رپی نه پسرم رپ کرده آبروی ما رو بود. سلام، خوبی؟ بیا چند تا رپ درست درمون برات پلی کنم تا رب و رب تو قاطی کنی دیگه، فکر نکنی فقط ربه. خب امو به اون رفیقش هم بگید بچه‌شو برداره بیاره، یا 400-500 تا کلوف به سلفه بهش یاد بدیم چی به چیه، نره اونجوری شعر رو ور بخونه آبرو باباشو همه جا ببره. خیلی دوست داشتم تو فیلم فروشنده اونجا که پیرمرده میره تو همون، اون لحظه تو همون شهاب حسینی باشه نه ترانه علی دوستی. یه سوال دارم از شما داداش، شما که موسیقی فاخر گوش کردی چرا انقدر بیشعوری؟ داداش چشاتو چپ کن بخندیم به نهایتا همینه دیگه، 5 فصل چشات چپ بوده دیگه، چرا فاز هنرمند برداشتی؟ بیادبی جواب دارم بیا. اولین که رب بهشت ماست، دومی سخت درک قشر ماست، ما نبودیم مرد اسکناس دست نوشته هام حرف اشتماس، مرد خیکی شده غرق اشتباه، تیریبون افتاده دست اشقلا، جلو دوربین بود هر کاری میکرد اگه بازیگر میشد همین قبل انقلاب، اینا بدون فرقمون صد به صفره ولی باز میره سمت ما دست اتهام، هیچ وقت نکن شک به عشق ما، باندا میلرزه ما نبز شعر ما، واسمون پر نشد برش قرمزا از زیر زمین میرسی فتح پلا، هیچی نیستی جلو سطح فکر ما، تو خیابونا میشکنه مرز قصه ها. اگه رپ رو باشه تو هم تخمشی، میگیره روت رنگی میشی چه املتی، نمیگیرم به تو یکی یه سخورده ای، آخه خواستی گندشی تو اکسپلور بری، اما شهاب میگی که پسرت کردش رپ، ببخشید که تو رو صرف کنده کرد، این یه جنگ سرد بین ما و نسل قبل، حق میدم اگه واسط باشه هضمش سخت، با سانسور نگرفته خفه خوننوز، فریاد یه درده که شده خفه تو گلو، تنها راهی که جار بزنی غم تو درون که صداش میاد بیرونت و اتو در خونتون. آه
مگه نکن چشه میگن هر کی که حرفاشو گوش بده ممکنه بدجوری افسردشه سرخوردشه گل پش مردشه باید رب مبوش ندیم هر طور بشه موسیقی بی ناز و وزک از خرس میگه رب کنا اکثرن چاک و دهن ندارن همه مزدکن حقم دارن الحق از حق نگذریم چه فرقی بین پرپاچه بازی با ترویج چند تمسری در کمترین حالت ممکن میگن میکروفون حالت جرمه دیگه چی میخوای از این بدتر نه عزیزم صبر کنی یه لحظه من توضیح بدم این تولید گند سیستمه میخواد حرمت رپ ریختشه اینی که میگن نیستش که یه چی دیگه ریختشه خب داریم به بینش توم میدیم یه چی مثل بوم میترکیم میپلکیم تو خیابونا بیا تو راهمون ببین مسیر ناهمواره از این کارم واره پولی در نمیاد دختره تنوره ولی لامصب نونی در نمیاد تا دلت بخواد جون در میاد هیپ هاپ یه خانواده است من حرفامو پشت میکروفون میگم رفیقامم رو در دیوار تو سختی یا پشت همیم دلامون کباب از این وضع ولی مراقبیم یه وقت لقمه نشیم ما رو عقده پدید آورده ناممکن برامون ناممکنه جدا مگه رپ کن چشه میگن رپ کن و دهنه نکینو گفته پس کس کشه یالا بگو رپ کن چشه جوابمو بده دونه مادرت یه سری بزن تو خونوادت شاید اگه بچت مشغول فهمه و احمق نشده مدیون رپ اگه همسرت تن نداده به ذلت ظلمت تو تصمیم گرفته آزاد باشه و اخونه در مدیون رپ آخ آخ حواسم نبود من شما فکر کردی رپ کنا درگیر سنت و مشغول عرفن نه بابا محصول اختم مثلا خودم ترجیح میدم یه قربانی باشم ولی مشکل تو و امثال تو رو برطرف کنم. خب تمام استوری ها رو دیدیم و واکنش ها رو همچین واکنش های بود و اجراهای باحالی که داشتیم مخصوصا اجرای سینمافی که دمش گرم خیلی باحال بود و اینجوری گذشت این داستان. اما یه نکته عجیبی که این وسط بود حمایت بهرام رادان بود از رپ و بعد از این حواشی یه سری استوری گذاشت و آهنگ امیر خلوت رو داشت پلی میکرد. رویا می تو همه دنیا می واسه تو میره دلم پیش تو گیره دلم با تو زنده لای ثانیه ها میمونم و مال همه مین و همه آدم ها هم میدونن که رویا می تو همه دنیا می واسه تو میره دلم پیش تو گیره دلم با تو زنده لای ثانیه ها میمونم و مال همه مین و همه آدم ها هم میدونن. داستانا رو دیدیم دم بهرام رادانم گرم دم کسایی که واقعا ارزش این داستان رو میدونن و میدونن تو چه ظلمی دارن کار میکنن رپ کنا گرم و حمایت میکنن گرم و امیدواریم اونایی هم که خودشونو زدن به اون راه و به هر حال این داستانو دارن مسخره میکنن به خودشون بیان و ارزش این داستانو بفهمن اگرم قراره نقدی باشه صحبتی باشه درست باشه نه برای تمسخر کردن. این بود از رپ حواشی یک ماه گذشته امیدوارم که لذت برده باشید. خب یه سری دلایل بود که بالا پایی میشد حواشی تو طول روزا کم بود از اون برم میخواستم ویو کانال بدون رپ حواشی ببینم اما خب رپ حواشی دوباره سر جاشه و به احتمال زیاد یه ویدیو میذارم که صحبت میکنیم درباره برنامه های آینده فصل 2 بی پرده قرار شروع بشه و مصاحبه های جدید و برنامه های دیگه و 100% برید تو اینستاگراممون اونجا حتما کوئسشن باکس میذارم میتونید سوالاتون رو بپرسید درباره برنامه ها و هر چیز دیگه هست که من یه ویدیو درست کنم و راجع بهش حرف بزنیم. صحبت دیگه باقی نمیمونه. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون هم بشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی سی یو سون.